درودی دوباره خدمت بینندگان عزیز، خوش اومدید به کانال خودتون. همراه ما باشید با یه ویدیوی دیگه. فرح دیبا توی 14 اکتبر 1938 میلادی توی تهران به دنیا اومد. او تنها فرزند سهراب دیبا و فریده قطبی بود. او توی کتاب خاطراتش می نویسه که خانواده پدرش اهل تبریز و خانواده مادرش اهل لاهیجان بودند. پدر فرح نخست او را هنگامی که 6 سال داشت توی مدرسه ایتالیایی خواهران روحانی نام نویسی کرد. فرح دیبا در 10 سالگی به مدرسه ژاندارک تهران رفت و به عنوان کاپیتان تیم بسکتبال برگزیده شد و 3 بار تیم بسکتبال ژاندارک به کاپیتانی فرح دیبا قهرمان تهران شد. تو سال 1333 فرح دیبا قهرمان پرش ارتفاع، پرش طول و دو میدانی تهران شد. وی توی مدرسه ژاندارک به گروه پیشاهنگان پیوست و بعد از چندی سرپرست گروه پیشاهنگی شد و تو سال 1335 اولین سفر خارج از کشور خودش رو با دیگر پیشاهنگان به کشور فرانسه داشت. فرح دیبا 3 سال آخر دبیرستان رو توی دبیرستان فرانسوی رازی گذروند و دیپلم خودش رو توی سال 1336 از این دبیرستان گرفت. وی توی امتحانات دیپلم دبیرستان شاگرد اول شد و از مدرسه اختصاصی معماری پاریس پذیرش گرفت. وی کوشش کرد که از بورس تحصیلی استفاده کنه ولی موفق به گرفتن اون نشد. دوست نزدیک فرح به نام لیلی امیر ارجمند که تأثیر زیادی روی افکار فرح داشت، تمایلات کمونیستی داشت. به گفته احسان طبری از رهبران حزب توده، فرح در دوران دانشجوییش توی تظاهرات حزب توده که توی پاریس برگزار میشد شرکت میکرد. تو سال 1338 پادشاه وقت ایران محمد رضا پهلوی که برای دیدار رسمی و گفتگو با ژنرال دوگل به کشور فرانسه رفته بود، توی یک مهمانی که توی سفارت ایران توی پاریس ترتیب داده شده بود با دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه دیدار کرد. فرح یکی از این دانشجویان بود و مکالمه کوتاهی با شاه ایران داشت. بعضی از پژوهشگران ماجرای ازدواج فرح دیبا با پادشاه ایران رو به داستان مشهور سیندرلا تشبیه کردند که در اون دختری رنج دیده با آرزوهای بزرگ رویاهاش رو به حقیقت می‌پیونده و یک بار شهربانوی کشور میشه. سرانجام فرح دیبا در منزل شهناز پهلوی توی حصارک با محمد رضا پهلوی دیدار میکنه و وی رو تحت تاثیر قرار میده و یک هفته بعد از اون شاه به فرح پیشنهاد ازدواج میده. نامزدی محمد رضا پهلوی و فرح پهلوی توی 30 آبان 1338 امام جمعه تهران سید حسن امامی خطبه عقد اونها رو خوند. 10 ماه بعد از ازدواج نخستین فرزند اونها به دنیا آمد که اسمش رو رضا نهادن. ثمره ازدواج 3 فرزند دیگر هم بود. فرحناز توی 22 اسفند 1341، علیرضا توی 8 اردیبهشت 1345 و لیلا 7 فروردین 1349 زاده شدند. فرح پهلوی ریاست شماری از سازمانهای پزشکی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی و رفاه اجتماعی رو بر عهده گرفت. دفتر مخصوص فرح پهلوی تا سال 1357 دارای 40 کارمند و 4 بخش بود. بخش آموزش و پرورش، بخش بهداشت و درمان، بخش رفاه اجتماعی و بخش فرهنگ و هنر بود. وی همچنین در برنامه ریزی جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران شرکت داشت. در چارچوب برنامه ریزی این جشن‌ها 3500 دبستان در سرتاسر کشور با اعانه‌های شخصی ساخته شد. در مرحله‌های آغازین پروژه جشن‌های شاهنشاهی در ساختار بنیادی کشور سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام گرفت که می‌تونیم ساختن راه‌ها، شبکه‌های ارتباطی از راه دور، فرودگاه‌ها، هتل‌ها، پخش سراسری برنامه‌های تلویزیونی و جهانگردی و گردشگری را نام ببریم. محمد رضا شاه پهلوی خواستار تغییر در قانون اساسی مشروطه شد به این شکل که شاه حق تعیین نایب السلطنه را داشته باشد و سن قانونی به پادشاهی رسیدن ولیعهد 20 سالگی تعیین میشه و تا هنگامی که ولیعهد به 20 سالگی نرسیده نایب السلطنه توی رأس اداره کشور قرار داشته باشه. در تاریخ 1 شهریور 1340 تغییرات نامبرده توی قانون اساسی تصویب شد. محمد رضا پهلوی معتقد بود این تغییرات توی قانون اساسی
راه کشور رو به سوی تمدن بزرگ هموار می‌ساز. فرح پهلوی همسر خود محمد رضا پهلوی رو توی دیدارهای رسمی به خارج از کشور همراهی می‌کرد و همچنین در استقبال شاهان و رئیس جمهورهای دیگر کشورها که برای دیدار رسمی به ایران می‌آمدند در کنار محمد رضا پهلوی بود. فرح پهلوی توی سرتاسر ایران موزه ها، ساختمون های ماندنی و پارک های ساخت. موزه نگارستان، تئاتر شهر، موزه هنرهای معاصر تهران، تالار رودکی، موزه فرش ایران، موزه رضا عباسی، پارک شاهنشاهی، همون پارک ملت کنونی، برج شهیاد، برج آزادی یعنی، پارک فرح، پارک لاله کنونی، پارک جمشیدیه، دفتر مخصوص شهربانو، یعنی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی فعلی، ورزشگاه فرح پهلوی، ورزشگاه تختی، کتابخانه اختصاصی نیاوران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فرهنگسرای نیاوران و کتابخانه مرکزی بندرعباس. فرح پهلوی در چارچوب فعالیت‌هاش به عنوان شهربانوی ایران از استان‌های ایران بازدید می‌کرد. این بازدیدها برای آگاه شدن از شرایط زندگی مردم بومی، آوردن طرح‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی بود. اولین سفر فرح پهلوی به سوی سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه 15 آذر 1344 خورشیدی. او تقریبا به تمامی استان‌های کشور مثل خراسان رضوی، هرمزگان، خوزستان، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی و غیره سفر کرد و بازدید به عمل می‌آورد. در طی این سفرها مکان‌ها یا کنفرانس‌هایی را افتتاح می‌کرد. به عنوان مثال او دانشگاه بوعلی سینا رو طی سفر خودش به همدان افتتاح کرد و تو سفر خودش به استان فارس به کوشش او حمام وکیل نوسازی شد و ارگ کریم خان به موزه صنایع دستی تبدیل شد. محمد رضا پهلوی و فرح پهلوی توی 26 دی 1357 تهران رو ترک کردند. در اصفهان رئیس جمهور مصر با همسر و دخترش در پای پلکان هواپیما از زوج سلطنتی استقبال کردند. فرح بعد از سفر به کشورهای اردن، آمریکا، باهاما سرانجام به مصر بازگشت و در مصر شاهد درگذشت محمد رضا پهلوی بود. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید.